السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم منا جميعا سلام الله، أبدا ما بغينا وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یک خاطری داریم راجع به زیارت عاشوراست، خیلی جالب. او نمیدونم اصلا دا گفتنیست یا نه، عرشد موضوعتون که عرشد گرد پدرم موند نجف، موند نجف مدتی بود، مدتی موند و تا دوباره آمد ایران. درس آلای پدرم این بود که چه عملی خیر دنیا و آخرت درشه. این سال آقا این جواب اینقدر مفصل آمد. من چند پیش توی نوشته های اینجا داشتم میگشتم ببینم میتونم پیدا کنم اون نوشته ها یا نه، چون یک کسی اونجا بود که اونم فوت شده مینوشت، تمام عرش جریان جلسه رو مینوشت، پیدا نکردم. شاید دو صفحه فضیلت گفت، آخرش گفت زیارت عاشورا. توجه کردید؟ گفت که زیارت عاشورا روز جمعه. خوب شد گفتید چون دنباله خیلی داره. روز جمعه عرشد که با غسل، چون روزش هم تعیین کرد، روز جمعه با غسل، چون اون ارواح گفته بودن که ما دستمون متاسفیم که از دنیا کوتاه شدیم، اگر میدانستیم این عمل اینقدر ثواب دارد ما از جمعه تا جمعه دیگه خوابمون نمی برد که برسیم به این عملو، خیلی مفصل اصلا داستانی گفت. پدر ما ملتزم شد به زیارت عاشورا، ملتزم شد. حالا این هم یه جریان خاصی دارد که یک مکاشفه خودش گفت، اهل چیز نبود که بیاد حرفی بزنه برای کسی، هر شد برای ما گفت. یک کاری داشت، یک حاجتی داشت، روزای جمعه در اتاق رو میبست و هر شد بود تک و تنها دو زانو مینشست و زیارت عاشورا رو با تمام شرایطش و احتمالاتش و نسخه بدلهایی که داشت تمامش انجام میداد. شاید دو ساعت طول میکشه. میگفت در اثنا زیارت عاشورا کسی از کسی پرسید راجع به حاجت فلانی، راجع خوابا. حالا من میگم، حالا خانه نداشت، منزل نداشت، منزل کرایه‌ای بود و صاحبخونم آمده بود بالا نشسته بود، جمعیت اونا زیاد، جمعیت اینا هم زیاد، خیلی مشکل بود براش. گفت در اثنا زیارت عاشورا پرسید، در حال مکاشفه، در مکاشفه گفت نشسته داشتم زیارت میکردم، السلام علیکم ابا عبدالله میگفتم. گفت پرسید راجع به منزل فلانی چه کردید؟ جواب داد، گفت تا کفیلش حسین ابن علی چه کند. گفت اینو من شنیدم و یک مرتبه نگاه کردم کسی نیست اینجا اصلا. و اتفاقا حالا اینا تمامش درست شد، با فاصله شد خیلی کم وسائل فراهم شد، ایشون منزل خرید و ایشون آمد تو اومد.